چند وقت از خواهر من شاه مسیح ایمان آوردید؟ من چند ساله؟ من سپتامبر 14 میشه 5 سال. 5 سال. بله. آیا زمانی که به مسیح ایمان آوردید همون موقع میتونستید این گونه فارسی دعا کنید؟ خیر. کلام خداوند اعلام میکنه چون ما روح القدس رو داریم. زمانی که ما مسیح ایمان میآوریم، آمین، ما روح القدس رو داریم. این روح القدس هست. وقتی شما اعلام میکنی میخوای دعا کنی، اون به جای شما صحبت میکنه و دعا میکنه. آمین. امتحانش کن، نترس. تو که مسیح ایمان آوردی، موقعی که خوراکی آماده میشه با شکرگزاری برای اون خوراک دعا کن. آمین. با شکرگزاری برای کسی که اون خوراک رو آماده کرده. آمین. حتی رستوران هم که میری برای اون رستوران دعا کن، برای اون صاحب رستوران، برای اون آشپز دعا کن. عشق یعنی همین. عشق یعنی از چشم خدا دیدن همه رو. درسته اونجا تو اون رستوران میری شما پول میدی، اما چرا این گونه فکر میکنین؟ بعد بگیم خدای شکر برای این آشپز، برای این رستوران، برای مدیریت این رستوران خداوند، برای کارکنان اینجا خدا این خوراک رو برکت بده، خدا برای بدنهای ما سلامتی باشه، خداوند کشورهایی رو که امروز در فقر و گرسنگی هستن به حضور تو، ای خداوند تو آنان را ای خدای قدوس سیراب کن و آنان را برکت بده. و باید ما دعا بکنیم. و شما میبینید به طور خاص عزیزانی که کمی عصبی هستن، شما اگر یاد بگیرید برای خوردن خوراک دعا کنید، نه اینکه اون دعایی که ما قبلا میکردیم یه واژه یه چیزی رو میگفتیم، خیر، اینکه با قلبت صحبت کنی، شما میبینید چه آرامشی میاد، چه تسلی میاد، افکار تو رو میگیره، احساس تو رو میگیره و اون موقع با عجله خوراک نمیخوری، اجازه نمیدی با اون عصبی بودن اون خوراک به اون خوشمزگی که پر از ویتامین و پروتئین هستش، عذر میخوام، مثل یه سم وارد بدن ما بشه. پس خدا میدونه که چه چیزی برای ما خوب هست. انسان آفریده شده، آمین، که با خدا، با بابای اصلیش در مشارکت باشه. آمین. و دعا یعنی مشارکت با خدا. حتی آمین. در زمان خوراک شما وقتی کار سمبولیک نمیخوایم انجام بدیم، کار سنتی نمیخوایم انجام بدیم، با عشق باید انجام داد. عزیزان میدونم وقتی کلیسای پرسنل مسیح میان، من همیشه به عزیزان میگم خواهش میکنم فقط با عشق وارد کلیسا بشید. آمین. به خاطر هیچ چیزی نیایید، با عشق، عشق به خدا وارد کلیسا بشید تا عشق به خودتون رو و عشق به خانوادهتون رو و عشق به خلق خدا رو بتونید دریافت کنید، تعلیم بگیرید و در اون مسیر نیز تکمیل بشید. آمین. اما حالا بریم با هم دیگه از مزمور 91 نیز بشنویم. مزمور 91 ببینیم این نویسنده البته ناشناس هستش، ببینیم که چگونه در رابطه با آنچه که خواهرم گفت توکل به خدا. آمین. مهم هست. 91 از 1 تا 10 بکنم مناسب باشه. ممنون میشم. آن که به خدای قادر مطلق پناه میبرد زیر سایه او در امان خواهد بود. خیلی ممنون. خب نکن کسی که میگه به خدا ایمان میاره، بل، این لمس، این احساس زیبا رو داره که در یک امنیت هستش. همه ما در طول زندگی خسته میشیم. بله. اگر این خستگی ها پی در پی باشه، پیوسته باشه، شوق زندگی از ما گرفته خواهد شد. همه ما در طول زندگی اتفاقایی میفته که غافلگیر میشیم و میترسیم. اگر این ترس ها بخواد پیوسته باشه، شوق به زندگی، عشق به زندگی، عشق حتی به همسر، عشق به فرزند، عشق به کاری که سالها تحصیل کردی، درس خوندی، از ما متاسفانه گرفته خواهد شد. من. و به جای اون ناامیدی ها میاد، به جای اون ترس میاد، به جای اون بدبینی حتی میاد، بدبینی نسبت به روزگاری که در مقابل ما هست. اما کسی که عاشق خدا هست، وقتی میره در حضور خدا، مانند این نویسنده، هرچند در مشکلات و سختی اگر باشیم، روح خدا ما رو تراپی میکنه. آمین. ما رو میشوره، افکار ما رو میشوره. خیلی از عزیزان هستن که به من میگن براتون چجوری دعا کنیم، میگم در ابتدا سکوت کن. وقتی رفتی در حضور خدا، کلام خدا میگه سکوت کن، سکوت کن، از درون اون صدا رو خواهی شنید. صدای خودت رو چیکار میکنی؟ میگه در حضور خدا هستم. میگه در حضور خدا، تو که اینقدر گناه کردی، امروز دروغ گفتی، مثال میگم، این اشتباه رو کردی، اولین قدم درست ما این هستش که پوزش میخواییم، توبه میکنیم. آمی. و ما میدانیم خانواده های موفقی هستن
و فرزندان خوبی رو به جامعه دادن که به فرزندانشون میآموزن که در مقابل هر اشتباه پوزش بخوان و در طول ما حتی با هم مشارکت هایی دارن، میشینن در رابطه با مسائل روزانهشون صحبت میکنن و به همدیگه نیز انتقاد میکنن و اونها نیز اعتراف میکنن که ما اشتباه کردیم و پوزش میخوایم، که به فرزندان بیاموزن که این پوزش خواستن درسته. آمین. و اینجا هستش که فرزندان ما یاد میگیرن در مقابل هر اشتباهی نیز ما پوزش بخوایم، توبه کنیم. کلام خداوند نمیخواد ما رو سرزنش زده و محزون کنه. اتفاقا وقتی صحبت از واژه‌ای به نام توبه میاد که یعنی برگشت هست و همون علامت پوزش هست، یعنی این که من خالی و عاری از هر غروری بشم، هر منیتی که بر علیه من هست، هر خودخواهی بشم، بلکه بتونم در مسیر درست و عشق قدم بدم. پس اولین قدم سکوت. هم وطنم، در حضور خدا سکوت کن. آمین. و بذار صدای خودت رو بشنوی اول. آمین. که چه کار کردی و بعد توزش میخوای و بعد توبه میکنی، اون موقع میبینی دیگه هیچ صدای منفی رو نمیشنوی که تو شایسته نیستی، تو لایق نیستی، تو شایسته هستی. آمین. به طور خاص اگر به مسیح ایمان آورده باشی، تو فرزند خدا هستی، خدا عاشق توه، خدا تو رو دوست داره، خدا صدای تو رو میشنوه و دعای تو رو حتما جواب خواهد داد. آمین. حتما جواب خواهد. آمین. داد. حتی آمین. اون چیزی که شما میگید من میخواستم نشده، بدون بهتر خواهد شد. آمین. حتی اگر اون چیزی که شما میخواهید میگید هنوز نشده، بدون به وقتش خواهد شد. ناامید نباش هموطن عزیزم. آمین. بله بفرمایید. او به خداوند خواهد گفت تو پناهگاه و خدای من هستی. واو. من بر تو توکل دارم. آمین. خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید. آمین. او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. خیلی ممنون. خب نویسنده در اصل آن چرا که در گذشته تجربه کرده داره میگه. تجربه کرده توی زندگیش، وقتی خواسته قدم‌هایی رو برداره بدون مشورت با دیگران، بدون اینکه بری در حضور خداوند از خدا مشورت بخواد، یه کاری رو انجام داده. و خیلی موقع ما همه این کارو میکنیم، میریم یه کاری رو انجام میدیم، حالا موضوعات مهم زندگی مثل اینکه من پناهنده یک کشوری میخوام بشم، به یک کشور دیگه میخوام برم، کارم رو میخوام عوض کنم، میخوام ازدواج کنم، میخوام صاحب فرزند بشم، اول همه این کارا رو انجام میدم و بعد میگم خدای اراده تو رو میخوام. یعنی کارا انجام شده، قصه انجام شده، حالا من میخوام اراده خدا رو. لذا کلام خدا ما رو تشویق میکنه در ابتدا هموطن عزیزم در حضور خدا برو، از خدا بخوا. آنچه که تو میخوای انجام بدی حتما نیکوست، اما از خدا بخوا. این اعتماد رو بگی مانند این نویسنده، اون زمان عمل کن. ما در مزمور 127 آیه 1 الی 2 میخوانیم که اعلام میکنه اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، پاسبانان بیفایده پاسبانی می کنند. بیفایده است که شما صبح زود بر می خیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقت خود را می خورید، همچنان که محبوبان خیش را خواب می بخشند. یعنی آنانی که به خدا توکل کردند در کناری که آرامش در آرامش هستن، اما خدا بهشون برکت میده. چرا؟ آمین. چرا که با خدا شروع کردن. حتما خدا همه رو دوست داره، حتما خدا حتی اونایی که خدا رو هم نمیشناسن دوست داره. چرا که کلام خداوند میگه من نور خودم رو، باران خودم رو بر خوبان و بدان نیز جاری خواهم کرد. اما کسی که به خدا این اعتماد رو داره، اعتماد میشه دستانش. آمین. و نیز وعده خدا میشه برکت. آمین. که با دستانش میره اون برکت رو دریافت میکنه و زندگیش در اعتماد هست، در امنیت هستش و هیچ خبر بدی نمیتونه یک ایماندار حقیقی رو به خدا نیز بترسونه و نگران کنه. آمین. بله. وعده‌های امین او برای تو چون سلاح و سپر میباشد. بله. از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت. آمین. و بایی که در تاریکی میخزد تو را نخواهد ترساند و تا اونی که در روشنایی کشتار میکند تو را نخواهد هراساند. خیلی ممنون. ما میبینیم که در کتاب ایوب، ایوب باب 3، ایوب اعلام میکنه که از آنچه که میترسیدم به سرم آمد.
یه هوشیاری. اولا این بر این نیست که، مثال دارم میگم، شما فکر میکنید که اگر ازدواج کنی ازدواجت موفق نخواهد شد و همین باعث میشه ازدواجت موفق نشه. اصلا چنین چیزی نیستش. این گونه لطفا این تصورات رو نداشته باشیم که بگیم حالا هر چی فکر میکنین هر چی به زبان میارین میشه. خیر، این گونه نیستش. اما ما مسیر زندگیمون رو به جای اینکه درش امید و شادی و قوت باشه، نگرانی و ترس قرار میدیم. در کتاب ایوب 3:25-26 اعلام میکنه، زیرا ترسی که، وقتی صحبت از ترس میکنه، اون احساس خطره، حس خطره که ایوب داشته. چرا؟ چون فرزندان ایوب خدا باور نبودن، همسرش هم نبوده، پس اینا زندگی کاملا دنیوی داشتن، طوری که ایوب برای زندگی گناه آلوده اونها نزد خدا میرفته و قربانی میداده مطابق اون قوانین شریعتی که آگاه بوده نسبت به اون. پس بنابراین این خطر رو حس میکرده که فرزندانش چون با خدا رابطه ندارن و در گناه هستن، احتمال داره شیطان به اونها آسیب بزنه. مطابق مزمور 11:2 اعلام میکنه، میگه شریران، شیطان، کمان رو میکشن، توی تاریکی به فرزندان خدا میزنن. توی نور نمیتونه شیطان به شما حمله کنه، ولی وقتی توی گناه میریم، توی تاریکی میریم، حمله میکنه. پس این احساس خطر رو ما میبینیم ایوب داره. میگه زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد و آنچه از آن بیم داشتم، یعنی ترس داشتم، بر من رسید. مطمئن و آرام نبودم، چرا که ترس آرامش رو میگیره، شوق به زندگی رو میگیره، شوق به همسرت رو میگیره، شوق به فرزندانت رو میگیره، شوق به کار رو نیز از تو خواهد گرفت. مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. و ما در 42 باب در کتاب ایوب، تشویقتون میکنم این کتاب رو بخونید، یکی از زیباترین کتاب ها هستش که ویکتور هوگو که نویسنده کتاب بینوایان هست دربارش خیلی زیبا صحبت میکنه، میگه بی‌نظیرترین کتابی است که من تا به امروز خوندم. تشویقتون میکنم در کتاب مقدس رو تهیه کنید و کتاب مقدس صحبت از اون میکنه که حتی به مسائل میرسیم که امروز علمم ثابت کرده، چون صحبت از زمین میکنه، ستارگان میکنه، صحبت از ابرها میکنه که چند نوع ابر داریم، و برای شما هم نیز عجیب خواهد بود که ایوب چگونه این اطلاعات رو داشته. بله لطفا. اگر 1,000 نفر در کنار تو بیفتن و 10,000 نفر در اطراف تو جان بسپارن، به تو آسیبی نخواهد رسید. واو. تنها با چشمان خود خواهی نگریست و مجازات گناهکاران را خواهی دید. آمین. هیچ بدی دامنگیر تو نخواهد شد حقیقتاً، و بلایی بر خانه تو سایه نخواهد افکند. آمین. زیرا تو به خداوند پناه برده ای و زیر سایه خدای قادر متعال به سر میبری. هللویا، هللویا، خدا رو شکر. یعنی در کنار تمام سختی ها، هموطنان عزیزم، مشکلات، حتی اونجایی که خود سرزنش میکنی، میگی وای من یه گناهی کردم، من یه اشتباهی کردم، الان این بلا به خاطرمونه، خودت سرزنش نکن هموطن عزیزم. چرا سرزنش میکنی؟ مسیح به خاطر این اومد که تو از سرزنش آزاد بشی. هر گناهی که کردی، هر گناهی که کردی، قلبتو بده مسیح. کلام خداوند اعلام میکنه مسیح با خونش گناه تو رو کفاره میکنه. این فیض خداست، نه شایستگی ما. و به تو این آرامش رو میده به توسط روح القدس که این قوت رو داشته باشی، این اقتدار رو داشته باشی برای یک زندگی سالم، برای انتخاب زندگی سالم. چرا که مطابق کلام خدا در مسیح خلقتی تازه است. آمین. چیزهای کهنه درگذشت. در مسیح عشق، امیده. آمین. همون گونه کلام خداوند اعلام کنه، میگه مسیح امید همه ملت ها هستش. آمین. امید هر انسانی هست با هر باوری، فقط بپذیره. و اونجا مسیح هستش که اون رو نیز قوت میده. و ایوب چون عاشق خدا بود و خدا رو دوست داشت، با توجه به اینکه بدنش آسیب خورد به خاطر مریضی ها، فرزندانش رو از دست داد، ثروتش رو از دست داد، اما از اونجایی که این عشق در دلش بود، این اعتماد در دلش بود و خدا رو میشناخت، در کتاب ایوب 13:15 این گونه اعلام میکنه، اگر چه مرا بکشد، یعنی اگر خدا حتی اجازه بده من کشته بشم، یا این مشکلات یا این مریضی ها و یا این درد ها، اگر چه مرا بکشد، برای او، یعنی برای خدا، انتظار خواهم کشید، لیکن راه خود را به حضور او ثابت خواهم کرد. آمین. که من خداوندا به وعده های تو ایمان دارم که تو مرا رها نخواهی کرد. آمین. امروز هموطن عزیزم،
اگر دل شکسته ای داری، اگر ضعفی در بدنت میبینی، اگر میبینی موقعیت زندگیت از نظر مادی طوری شده که خودتو برشکسته میبینی، از دور و نزدیک آسیب خورده میبینی، وجودت پر از تلخی هست، کینه هستش، تجربیات تلخ هستش، مشکلات و مسائلی هستش که به تو نیز آسیب داره میرسونه، تنها راهش این هست هموطن عزیزم، این بهترین راه هست. بازم میگم به متخصصین رجوع کنید برای سلامتی جسمتون، روانتون، اما اجازه بده اول روح تراپی بشه، روحت شفا بگیره. آمین. و همین روح خدا، روح القدس هست که به ما حکمت میده که چگونه عمل کنیم برای سلامتی جسممون، برای سلامتی روانمون، برای سلامتی رابطه هامون، برای سلامتی درآمدمون. آمین. و اون از قوت ما خواهد شد. آمین. فراموش نکنیم انسان آفریده شد تا روح خدا در او باشه. آمین. از این روح هست وقتی خداوند در کتاب پیدایش اعلام میکنه که خدا انسان رو آفرید، میگه روح خود رو بر او دمید. آمین. اما بعد از این که انسان عهد شکنی کرد، روح خدا از انسان برداشته شد، اون خرد برداشته شد، اون قوت برداشته شد، اون اتوریتی و اقتدار برداشته شد، ترس، ناامیدی، شک وجود او رو گرفتش. ولی امروز هر کس که به مسیح ایمان می آورد